درود به کاربران عزیز به تالار ترگرامی اتحاد چپ خوش آمدید امروز 14 اکتبر 2021 مطابق 18 مهر ماه 1400 است و موضوع بحث امروز ما حمله متهمان جرایم خشن به زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی است حکومت ایران سابقه گسترده در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین شرایط زندانهای جمهوری اسلامی بیرحمانه و غیر انسانی است و زندانیان با کمبود شدید امکانات بهداشتی و درمانی مواجه هستند در ماه های گذشته مقام های قضایی و خبرگزاری قوه قضایی با انتشار اخباری درباره اف برخی زندانیان و برای خلبت کردن زندان ها تبلیغات گسترده با ادعای تحول در وضعیت زندان ها منتشر کرده هند. با وجود این ادعاها زندانیان سیاسی از مواردی چون انتقال به سلول انفرادی، توهین و تحقیر، ضرب و شد، تشکیل پرونده های جدید و سرود احکام تازه و تبعید به زندان های دور از محل سکونت به عنوان روش های نام بردن که توسط معموران قضایی و امنیتی برای افزایش فشار بر آنها و خانوادهشان به کار برده می شود. در یک ماه گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است امروز میزمان خانم مهناز قزلو هستیم ایشان از زندانیان سال 67 بودند و فعال حقوق زنان هستند بعد از بارگزاری صحبت های اولیه مهناز عزیز شما کاربران گرامی میتوانید توانید را بنویسید و ایشان در حد امکان به سوال شما پاسخ خواهند داد لطفا در طول برنامه از بارگزاری مطالب خیر خودداری فرمایید تشکر می نظام جمهوری اسلامی از اوایل حاکمیتش به شکل مختلف مخالفین و منتقدین خودش رو سرکوب کرده به شکلای مختلف یعنی بنابر شرایط متفاوت جمهوری اسلامی های مختلفی رو انتخاب کرده که گاه به صورت اوریان و علنی حمله های نظامی به مردم شهر یا شهرهایی که در اون اعتراضات مدنی و سیاسی گسترده صورت گرفته رو انجام داده مثل حمله و سرکوب بر... مردم کردستان و یا ترک منسه در اوایل به حاکمیت رسیدنش و همچنان ادامه داشته بدون وقفه تا همین اواخر که توی اعتراضات و تجمعات مدنی مثل سال 96 یا 98 و حتی مخالف... مخالفت و اعتراضات مردم در رابطه با در واقع مشک زدن هواپیمای اوکراینی همچنان این سرکوب و به شکل مختلف ادامه داشته در برخی مواقع هم خب همطور که گفتم با توجه به اینکه شرایط رو در واقع برای خودش چه به لحاظ داخلی چه خارجی چگونه میدیده نوع سرکوب یا از میان بردن منتقدین رو و مخالفین رو در واقع انتخاب می‌کرده در تابستان 67 به طور مثال ادام های پنهان رو داشتیم که صرفا ظرف حدود یک ماه و نیم تقریبا پنج هزار زندانی سیاسی رو که هویا حکم داشتند یا منظورم حکم داشتن حکم های احکام مختلف گرفته بودند از یک سال تا چندین سال که یا داشتن حکماشون رو میگذروندن یا اینکه حتی حکماشون تموم شده بود اما همچنان تو زندان بودن که به اصطلاح میگفتن ملی کشی میکردن و اونها رو به دار آویختند و به طور مخفیانه و به گروه های دست جمعی سپردن که به عنوان مثال و یکی از معروف ترین اون گروه های دست جمعی خاوران هست و میدونیم که یک هیئت مرگی از طرف قمینی در واقع معمول شده بود و فتفایی که داده بود در رابطه با قتل عام زندانیان یعنی سیاسی مجاهد و بعد بعد از یک مدت که چپکشی شروع شد و در آن میان طیف وسیعی از زندانیان یعنی به طور مخفیانه کشته شدن به دار آویخته شدن البته و شبانه توسط کامیون های حمل گوشت یخچالدار به گروه های دست جمعی سپرده شدن و تا زمانی که فایل صوتی آقای منتظری منتشر شد اونها مجبور شدند که در این زمینه به اصطلاح صحبت بکنن البته تایید هیچ وقت صد درصد نشده بلکه تلویحی توجیه شده یکی دیگه از اشکال سرکوب و از میان بردن مخالفین قطعی زنجیری بود که در واقع روشنفکران فکران و مخالفین یا منتقدین خودش رو به طور مشخص مورد هدف قرار میداد که از فروهرها گرفته تا نویسندگان و روشنفکران فکران و هنرمندانی که به حال به نوعی انتقاد یا مخالفت خودشون رو به شکلهای مختلف ابراز می کردند و این قتل های زنجیری که به صورت بسیار خشن که در جریانش هستیم انجام می گرفت و تا مدت های زیاد هم این قتل های زنجیری انکار می شد و سپس اعلام شد که در واقع ده به دست نیروهای خود سر انجام شده که البته واقعا این بحث انتخاب واجه هایی مانند نیروهای خودسر سر هم یک جور توجیه و رفع مسئولیت از چنین جنایت هایی بود برخی دیگر از در واقع این قتل ها قتل های مخالفین و منتقدین در واقع تصادفی نشون دادن این قتل هاست که حالا یک نفر مثلا در خیابان پیدا می شد که چاقو خورده یا به نظر می آمده که سکته کرده و ماشینش مثلا به در افتاده یا یک اتوبوسی یا یک مینیبوسی به در سقوط کرده شکلای اینجوری هم بوده که خب متاسفانه این هم یکی از روش های دستگاه ها و نهادهای های امنیتی جمهوری اسلامیه توی زندان هم خب گاه اینطور بود که انقدر شرایط سخت و دشوار بود زندانی رو به سرحد جنون می و یک وضعیتی رو یک وضعیت بغرنجی رو ایجاد می و یا شکنجه ها در حدی بود که وضعیت غیر قابل تحمل می چون به حال انسان پوست و, گوست و گوشت و گوشت و استخوان است و به حال سقف تحمل انسان یک حد محدودی داره که متاسفانه وقتی که از حد انسانی خودش یا بهتر است بگم از حد تحمل یک فرد انسان میگذشت در بسیاری موارد منتهی به خودکشی میشد در برخی موارد هم این نوع به اصطلاح از میان بردن یا برداشتن مخالفین و منتقدین با خوراندن داروهای روانگردان انجام میشد که یکی از نمونه های اون خوراندن دارو به بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه بود که خانم نسین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر مقیم ایران اعلام کرد در مورد اون حرف زد مصاحبه کرد که در واقع پروژه ای بود برای معتاد انگاری متارزان و چونان که گفته شده بود حتی توسط یکی از نمایندگان مجلس توییت شده بود که به به یک سری از این زندانیان داروهای روانگردان یا متادون داده میشد و یا به اونها قول مساعد می دادن که اگر بگید معتادیم و متادون میخوایم. شما رو آزاد میکنن که در واقع فریبی بود که داروی متادون رو به طور بیرویه و ناسحی در اختیار در واقع زندانی قرار میدادند که بیشتر جنبه خوراندن به زور و شرایط اجبار بود و تمام این رویه رفتار با زندانی در حالی که جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که باید با زندانیان بر اساس قواعد نلسون ماندلا رفتار بشه با کرامت رفتار بشه اما متاسفانه در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی آنچه که تجربه شده و در تجربه به ما میگه و اخبار حتی منتشر شده توسط خودشون یعنی در خود مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری نشان از مقایرت و منافات این امر و ادعا با رفتارها و نحوه عملکرد کرده نظام جمهوری اسلامی رو میده در رابطه با به خوراندن داروهای روانگردان و به طور خاص شاید بشه گفت متادون به طور مشخص دو تا از دو نفر از معترضین توی اون ایام دیما اعتراضات سراسری دیما به نام های وحید هیدری و سینا قنبری که توی یکی از اونها در بازداشتگاه عراک بود و دیگری در اوین تهران که مقامات قضایی اعلام کردند که هر دوی اونها افراد معتادی بودند و خودکشی کردند در حالی که دقیقا چند روز بعد از اون اتفاق فاش شد که مرگ هر دو, هر دو این زندانیان در اثر مصرف اجباری متادون در قرنطینه بازداشتگاه بوده و جهت اطلاع خدمتتون به درس کنم که متادون دارویی که به اشکال مختلف قرص یا شربت و معمولا برای ترک اعتیاد مواد مخدر تجویز میشه مواد مخدر جدی مثل تریاک یا هروئین تجویز میشه به بیمار یا کسی که فردی که معتاد است در حالی که این دارو یعنی داروی متادون به زور به زندانیانی که در واقع جزء معترضین توی اعتراضات مختلف حالا چه در اعتراضات سراسری دیما بودش یا اعتراضات دیگر این متاسفانه این خوراندن یا به مصرف رساندن اجباری توسط پرسنل زندان به زندانیان به کرات دیده شده یکی دیگر شیوه های جمهوری اسلامی برای از میان بردن مخالفینشون که خب آنچنان که میدونیم قتل های زنجیره که توسط دستگاه و نهادهای امنیتی انجام می شود و هدف اصلی روشنفکران و منتقدین بیشتر بودند و هنرمندان یکی دیگر از اونها ترورهای خارج از کشوره که به شاید صدها تن از مخالفین تو سر و سر دنیا برسه و البته جمهوری اسلامی همواره با رسوایی مداخله نهادهای امنیتی نظام رو در ترور فعالان سیاسی خارج کشور مثل ماجرای میکونوس انکار کرده اما واقعیت اینه که چه در قطعهای زنجیری که شامل فروهرها میشه و دیگر هنرمندا یا ترورهای خارج از کشور که عدد اون به بیش از چهارصد یا دوربر 500 نفر در سر, سر دنیا در این چند دهه میرسه واقعیت است که انکار ناپذیره و تا کنون توسط بسیاری از نهادهای حقوق بشری بین المللی در واقع اعلام شده مستند شده و منتشر شده اما یکی دیگه از شیوه های سرکوب زندانیان سیاسی و مدنی یا محیط زیستی یا خبرنگاران یا کسانی که به حال به نوعی منتقد رویه و سرکوب های و ساختار نظام جمهوری اسلامی هستند زیر فشار آوردن زندانی سیاسی به این صورت که اونها رو به زندان ها یا بند منتقل می که در اونها متهمین جرم های خطرناک نگهداری میشد در همین رابطه آنچه که اخیرا رخ داد بعد از ظهر جمعه هفته گذشته در زندان بزرگ تهران که خبر رسید حمله به زندانیان سیاسی انجام گرفته که مشخصا به تحریک خود مسئولان زندان انجام شده بود و پنج تن از زندانیان سیاسی آسیب جدی دیدند شاه شاپور احسانی راد پویا قبادی اسماعیل گرامی اکبر باقری و اکبر شیرازی از جمله اونها بودند که در این ماجرا ضمن حمله و زد و خورد و زرب و جر اونها رو به مرگ هم در واقع تهدید کردند در حالی که ماجرا اینجوری بود که زندانیان سیاسی تلاش میکردن این زندانیان سیاسی تلاش میکردن از درگیری بپریزن از سالن خارج بشن اما خود مسئولین در واقع زندان در زندان و در به اون بخش رو در واقع اون تیپ رو بسته بودن آمدانه کمک میکردند به متهمین جرم های سنگین و عادی که این زندانیان سیاسی رو مورد ضرب و جه قرار بدن و بعد از پایان حمله به زندانیان سیاسی در به اون سالن توسط خود مسئولین باز میشه و بسیاری از زندانیان شاهد حضور آقای پور یوسف رئیس اون بخش تو پشت در واقع در زندانی که درست در زمانی که زندانیان سیاسی رو مورد ضرب و جرح قرار دادن شاهد حضور او بودن زاربین یعنی کسانی که در واقع نقش داشتند در ضرب و جرح زندانیان سیاسی به ویژان پنج تنی که نام بردم در هماهنگی کامل با به اصطلاح وکیل بند به نام مجید خاشمی بودن که خودش از زندانیان با اتهام کلاهبرداری و ضمن اینکه از عوامل ورود مواد مخدر و ترویج اون بین زندانیان به ویژه زندانیان جوانه افسر نگهبان هم آنچنان که در خبرها هم آمد در واقع اقدام به قفل در بند کرده و پس از پایان ماجرا در رو باز کرده و به حال این دوستان که نام بردم یکی از اونها شاپور احسانی راد فعال کارگری که به 6 سال زندان محکوم شده و علا رقم ابتلا به بیماری های مزمن به مرخصی ازام نشده و دیگری اسماعیل گرامی هست کارگر بازنشسته که در این حال از فعالان ترازات بازنشستگان تامین اجتماعی به پنج سال زندان هفتاد و چهار ضرب شلاق و جریمه نقدی متاسفانه محکوم شده و دیگری پویا قبادی زندانی سیاسی که به اتهام مهاربه به پنج سال زندان محکوم شده و دیگری اکبر باغری است که به نه سال زندان محکوم شده در رابطه با زندان تهران بزرگ شاید بهتر باشه که کمی با وضعیت و ساختار این زندان آشنا بشیم و اون نستش که این زندان به زندان فشافویه معروفه که یکی از بدنامترین زندانهای ایرانه چه به لحاظ امکانات قضا بهداشت چه از نظر نحوه رفتار خشونت آمیز زندانبانان شرایط در مجموع به نحوی که قوه قضایی زندانیان سیاسی رو به عنوان در واقع مجازات مضاعف به بندهای به اصطلاح زندانیان شرور میفرسته در این زندان نه حمام مناسب هست نه آب گرم هست به قدر کافی و و اساسا مدت های طولانی اونها از آب گرم برخوردار نیستند بنابراین استهمام و بحث بهداشت تقریبا اونجا منتفی است و در نتیجه آلوده بودن در واقع محیط زیست زندانیان و ابتلای به بیماری های مختلف و گسترش این بیماری ها هست و تو همین زندان در واقع زندانیان سیاسی دیگه مضروب شدن مورد آزار قرار گرفتن و حتی به قدر رسیدن که یک مورد اون یک از زندانیان سیاسی است به نام علی رضا شیر محمد علی که به همین شکل توسط درواقع واقع زندانیان متهم به جرم های عادی کشته شده که اون هم به طور مشخص تحت در واقع همون شیوه نظام جمهوری اسلامی در زندان‌ها برای حذف مخالفی نشونه زندان بزرگ تهران یا همون زندان فشافویه همونطور که خدمتون گفتم این زندان خارج از شهره در جاده قدیم قوم قرار داره تو فاصله 60 کیلومتری از شهر تهران و وضعیت اونجا چنانچه توسط نهادهای حقوق بشری و همچنین گزارش و تهیه تماس هایی که زندانیان در واقع مستقل در اونجا گرفتند و اطلاع دادند به رسانه ها گسترش ویروس کرونا واقعا وضعیت اصف بار رو داشته و داره فقدان امکانات بهداشتی و پزشکی محیط آلوده و کثیفش نبودن حتی آشپزخونه نبودن امکانات گرمایشی مناسب همامی که صرفا آب سرد درش هست و بنابراین زندانیا قادر به گرفتن دوش یا استهمام نیستند وجود حیواناتی مثل موش که ناقل بیماری هستند سقف اتاقها چکه میکنه رفتار زندان بسیار خشن سرکوبگرانه و نامناسب و غیر انسانی است و خلاف کنوانسیون های بین المللی و در مجموع شرایط و اوضاع بسیار ناگواره که از شاخصه های در واقع تأسفار و غیر استاندارد این زندان به شمار میره و تعجب آور آن که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در آذر ماه 98 اعلام کرده بود که همه زندانیان از شرایط خودشون اعلام رضایت کردند زندانیان در در آذر ماه 98 بیشتر شامل همون مترزین در واقع 98 بود و به حال زده نقیز ها از رسانه ها و مصاحبه های خود مقامات جمهوری درآمد آمد چنان که حسن خلال آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری شرایط زندانیان رو بسیار سخت توصیف کرد و این زده نقیز ها به حال از رسانه ها و از نهادهای خودشون برخواسته و میشه متوجه شد که اوزای این زندان و زندانهای دیگر چقدر فخیمه و خبر از چه چیزی میتوان داشت در خب با این تفاصیل و توصیف میشه به سادگی متوجه شد که انتقال زندانی سیاسی یا بدنی منتقد یا روشنفکر به زندانهایی با این شرایط خطرناک و نگران کننده در واقع برای مجازات مضاعف زندانی است برخلاف قوانین ایران و موازین بین المللی نباید زندان سیاسی رو به بندهای محکومان جرام عادی در واقع منتقل کرد ولی متاسفانه ایران به هیچ یک از تعهدات و کنفانسیون ها و مقابل نامه هایی که حتی خودش امضا کرده و به توافق رسیده عمل نمیکنه به عنوان نمونه میشه گفت انتقال نسرین سدود وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان از زندان اوین به زندان شهر ری که خلاف در واقع استاندارد ها و کنوانسیون های بین المللی است و یا انتقال سبا کردف شوری از اوین به زندان شهر ری یکی دیگر از اون نمونه هاست در صورت رئیس سازمان زندان های ایران محمد مهدی حاجی محمدی فردای در واقع روز شنبه فردای روز جمعه که این حمله به زندانیان سیاسی انجام شد خبر رو به طور زمینی در واقع در خبر درگیری رو به طور زمینی تایید کرد و اما اون رو غیر دقیق خوند و مدعی شد که در بند این زندانیان یعنی زندانیان متهمین جرائم عادی زندانیان سیاسی وجود ندارن این در حالی بوده که این پنج نفر رو فرا که به جای دیگری در واقع منتقل کنن که بتونن خبر رو انکار کنن و آنچه که به حال در این مورد میشه گفت یعنی انتقال زندانیان سیاسی یا مدنی محیط زیستی روشنفکران هنرمندان منتقد و مخالف به بندها یا زندانهایی که در اون از زندانیان با اتهامات جرام سنگین یا خشن نگهداری میشه در واقع شکستن این قانون هست که اصل تفکیک جرائم در اونجا انجام نمیشه چون واقعیت اینه که یکی از اصول کنوانسین هایی که در رابطه با زندان ها باید رایت بشه و ایران هم حتی طبق قوانین خودش ملزم به انجام اون هست متعهد بودن به اجرای اصل تفکیک که جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت زندانیان است به ویژه عدم نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان متهم به جرام خشن یا سنگینه و این در حالیه که نه تنها با اراده و تصمیم و نقشه قبلی اونها انجام میشه منظورم پرسنل زندان هست بلکه به حال این حادثه و حمله تا حدی شدید بوده که حال چند تن از آنها بسیار بخیمه و به حال همه اونها بعد از این ضرب و شرم به بهداری زندان منتقل شدن با این همه رئیس سازمان زندان های ایران روز شنبه یه توییت زد توش مدعی شد که در بند زندانیان امنیتی بیش از 50 درصد ظرفیت خالیه و این انکار جز واقعا رسوایی فکر نمی کنم نتیجه دیگه داشته باشه چرا که در طول این 43 سال هر بار که در واقع نهادهای امنیتی و پرسنل زندان و دستگاه قضایی ایران هر جنایتی که میکنه و نقض قوانینی که میکنه یا سعی در توجیه داره و یا سعی در انکار که علا رقم برملا شدنش متاسفانه همچنان به این وضعیت ادامه میده حتی با زد و های خود مقامات حکومت جمهوری اسلامی و این امر اتفاقا در جایی به طور مشخص نمود پیدا میکنه که مقامهای حکومت ایران از به کار بردن زندانیان سیاسی یا زندانیان سیاسی پرهیز میکنن و به جای اون زندانیان واژه یا ترمینولوژی یا عبارت زندانیان امنیتی رو به کار میبره و دقیقا در همین جاست که به اونها مخل امنیت یا انجام اعمال ضد امنیت ملی رو بهشون در واقع به عنوان اتهام میزنه و اونها رو امنیتی مینامه و اونها رو متهم میکنه به دخالت در اموری که ضد امنیت ملی است این یکی از رویه ها و شیوه های جمهوری اسلامی است که تو هاش با وجود ابلاغ آینامی قوی قضایی به طور معمول تفکیک زندانیان بر اساس جرامشون اجرا نمیشه و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به خصوص زندانیان متهم به جرائم خشن همچنان ادامه داره به عنوان یک شیوه و به عنوان یک ابزار و مقام های امنیتی و قضایی از این ابزار برای فشار هرچه بیشتر بر زندانیان سیاسی سود میبرند تا بدین گونه اونها رو در یک شرایط بسیار غیر انسانی تر و سخت تر قرار بدن و به شکل های مختلف یا وادار به سکوت کنن و یا آنها رو حذف بکنن و سرکوب کاربران عزیز شما الان می توانید سوالاتون رو مطرح کنید سوال شده که چرا تحقیر و سرکوب زندانیان سیاسی بیشتر شده در پاسخ به این سوال میتونم بگم که خب جمهوری اسلامی سابقه بسیار طولانی داره در سرکوب و تحقیر و زندانی کردن رفتارهای غیر انسانی نسبت به به ویژه زندانیان سیاسی و علاوه رغم اینکه مقامهای قضایی حکومت ادعا میکنن که حقوق زندانیان رعایت میشه اما واقعیت غیر از این رو در واقع خبر میده چنانچه وقتی که روایت ها رو ما میشنویم از زندان خبرها رو میشنویم گزارشات رو میشنویم و آنچه که در واقع گذشته خود زندانیان سیاسی روایت میکنن از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی تا کنون خبر از این هستش که بیشتر سیر سعودی داره به طرف خشونت هرچه بیشتر سرکوب و رفتارهای ضد انسانی و شرایط در واقع ضد حقوق بشری که در واقع نقض میکنه تمامی حقوق زندانیان رو به ویژه زندانیان سیاسی رو که در همین رابطه هم اتفاقا 18 تن از زندانیان سیاسی ساکن رجای شهر کرج نامه ای رو منتشر کردن و خبر از در واقع تشدید سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط مأموران امنیتی دادن و به حال ما در هر برهه زمان شاهد تشدید سرکوب و زد انسانی شدن هستیم به دلیل اینکه این نظام هرچه بسته و بسته تر میشه در طول تاریخ حیاتش و واکنش در واقع ساختار سیستمی مانند جمهوری اسلامی که یک نظام توتالیتر و ایدولوژیک هست هم البته خب غیر از این نمیتونه باشه برای حفظ و دوام خودش ناگزیره از سرکوب و کشتار و بدون در واقع کشتار بدون بحران بدون خشونت و خونریزی ادامه حیات چنین نظامی در واقع میسر نیست سوال بعدی که من دریافت کردم این است که برای جلوگیری از ظلم سیستماتیک جمهوری اسلامی با زندانیان وظیفه ما به عنوان فعالان سیاسی و مدنی چیست؟ واقعیت این استش که جمهوری اسلامی اساسا از ارتباط تنگ, تنگ با زندانیان گرفتن خبرها از اونها روایت هایی که اونها دارن مشاهداتشون و از فجایی که در رابطه با اونها رخ میده بسیار می هرسه. بنابراین داشتن ارتباط نزدیک با اونها انتقال روایت های اونها مستند کردن آنچه که در واقع اونها مشاهده میکنن یا وقتی که مثلا آزاد میشن اگر شکنجه شدن تصویر برداشتن از شکنجه ها مستند کردن اونها و ارتباط نزدیک حتی با خانواده اونها داشتن رسانه ای کردن یکی از در واقع اهرم ها و ابزارهای بسیار مهم در دست فعالین سیاسی و مدنی چرا که در واقع تو این چهار دهه جمهوری اسلامی تلاش داشته که به کسانی که در خطر و ریسک سرکوب بیشتر هستند به خانواده اونها چنان به صلح حق نکنه که اگر رسانه ای نکنن قول هایی داده شده که عمل نشده قول میدن که اگر رسانه ای نکنید عفوشون میخوره یا آزاد میشن در حالی که این یکی از فریب کاری های نظام جمهوری اسلامی بوده همواره و اتفاقا برعکس وقتی که رسانه ای بشه چه در داخل و چه در خارج از کشور و تحت فشار افکار بین المللی افکار جامعه انسانی قرار بگیرن هر دفعه مشاهده شده که چنین هزینه ای رو اگر بر دوش جمهوری اسلامی بگذاریم او قدم عقب نگذاره و عقب نشینی میکنه بنابراین توصیه در واقع اصلی رسانه‌ای کردن اخبار رو منتشر کردن مصاحبه کردن و اینکه نباید ترسید به حال این هزینه است که آزادی داره و آنچه که مسلمه است این رژیم به حال این سرکوب رو خواهد داشت بنابراین فقط میشه با رسانه‌ای کردن و انتشار اخبار و روایت ها و مشاهدات که با هزینه رو گذافی رو باید بر دوش رژیم گذاشت و دیگران که تا آنجایی که می شود به آنها مشاوره حقوقی داد از وکلای شریف استفاده کرد تو این زمینه که بتونن اونها از مشاوره های حقوقی برخوردار بشن بدونن از حق خودشون بتونن استفاده بکنن حمایت از هر طریق ممکن یکی دیگر از در واقع راه است که بشه به زندانیان در واقع سیاسی و مدنی کمک کرد و دوستانی که در واقع در خارج از کشور هستند با ارتباط نزدیکی که با کنشگران داخل ایران دارن میتونن آنچه که در واقع مستند میشه روایت ها رو مستندات رو که حالا چه روایت مستقیم هست صدای خودشون هست یا نوشته هاشون عکس ها و مطالبی که میتونه به عنوان مستندات حقوقی حتی قرار لحاظ بشه به نهادهای حقوق بشری بین المللی بفرستن با اونها لابی بکنن لابی با دیپلماتها، ها سیاستمداران و پارلمانتاریست ها بسیار با ارزش چون واقعیت اینه که اونها رو تحت این فشار قرار میدیم هم جامعه جهانی و بینالمللی که اهمیت بدن جدی بگیرن و بدونن که داره در درون ایران چی میگذره چون واقعیت اینه که جمهوری اسلامی سانسور شدیدی رو چه در داخل و چه در خارج از ایران در واقع اعمال میکنه و دو چهره داره یه چهره بین المللی داره که از طریق لابی های خودش چهره خودش رو بسیار شفاف و خوب نشون میده و در واقع اینها لابی های رژیم در خارج کشور مثل نایاک مثل در واقع نهادهایی که کمک میکنن به تطهیر چهره جنایت کار رژیم بنابراین باید اونها رو در واقع از طریق این لابیگری خونسا کرد سوال دیگر این استش که پرسیده شده هدف از زندان های انفرادی چیست آیا از لحاظ قانونی مدت مشخصی داره خب ببینید زندان یا در واقع سلول انفرادی خودش یکی از اشکال شکنجه است در واقع یه جور شاید بشه اون رو شکنجه سفید نامید شکنجه ای که آثارش روی بدن نمیمونه اما یعنی به طور فیزیکی آثاری نیست که شما بتونید عکس بگیرید ازش سند در واقع فیزیکی ازش داشته باشید اما واقعیت اینه که به از نظر روانی فشار بسیار زیادی رو روی زندانی وارد میکنه و این رو جمهوری اسلامی بهش واقف هست و در تمامی سالهای حاکمیتش تقریبا میشه گفت اکثر کسانی که بازداشت شدن به اتهام ارتکاب به جرام سیاسی عقیدتی کسانی که در واقع منتقد هستند روشن فکرن هنرمندانی که نظام رو زیر سوال میبرند تقریبا تمامی اینها سلول انفرادی رو تجربه کردند و در روی در یعنی در واقع میخوان اون زندانی رو از هویت اصلی خودش خارج کنن چون فردی که در درون سلول انفرادی قرار میگیره زمان رو از دست میده و متوجه زمان نیست بعد به حال با توجه به اینکه انسان یک موجودی است اجتماعی تو اون مکان تنگ و مخوف چه بسا که دوچار توهم بشه فرد زمان رو گم کنه احساس تنهایی بکنه دوچار انزوا بشه و با توجه به اینکه زیر شکنجه هم هست بنابراین به لحاظ ذهنی ممکنه دچار یک سری اختلالات فکری بشه و این فشارها به لحاظ روانی فرد رو ممکنه از حالت عادی خارج بکنه تا جایی که ممکنه فرد حتی اقرار به انجام جرم بکنه که هرگز حتی مرتکب اونها نشده بنابراین اینکه فرد رو درون سلول انفرادی قرار بدن نقض حقوق بشر با میارای حقوق بشر انتباق نداره یک برخورد در واقع قانونی نیست و منظورم کسانی است که متهمینه کسانی که به اتهام جرم‌های امنیتی داخل گیومه یا سیاسی منتقدین اینها به هیچ وجه قانونی نیست و هدف کسانی که متهمین سیاسی رو محکوم به سلول انفرادی می کنند این استش که از اونها اقرار علیه خودشون بگیرن که خب واقعیت اینه که تو اون شرایط از اعتبار قانونی هم برخوردار نیست چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی مراجعه کنی تو فصل حقوق مردم در اصلهای 22، 32، 36، 38 و 39 تأکید به این میکنه که حیثیت جان حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض باید مسون باشه و حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده نباید در واقع انجام بشه و اینها همه ممنوست و موجب در واقع حتی مجازات هم هست ولی متاسفانه در این 43 سال ما میبینیم که علا رقم قوانین خودش جمهوری اسلامی متحده به انجام آن چیزی که به عنوان قانون هم نوشته نیست و به هیچ ترتیبی اساسا قائل به آنچه که در واقع خودش هم در قوانین خودش به سراحت اونها رو من کرده نیست چنانکه که میبینیم تا طبق اصل 38 این قانون اعمال هر گونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار ام یا کسب اطلاع ممنوعه در حالی که متاسفانه به کرات این مج... دیده شده که فرد رو در انفرادی قرار میدن در وضعیت بسیار غیر انسانی که او نهایتا ناچار به اقرار یا سوگند میشه و وقتی که در شرایط عادی قرار میگیره اعلام میکنه که این اقرار تحت شرایط اجبار از او گرفته شده که خب به طبق همون قوانین فاقد ارزش و اعتباره اما متاسفانه با استناد به چنین اقرارهایی که تحت شرایط در واقع رفتار تحقیرآمیز که خلاف آزادی و امنیت و حیثیت انسانیه بر اساس همون احکام بسیار سنگین و حتی اعدام صادر میشه که کاملا مقایرت داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میساقهای بین که متاسفانه جمهوری اسلامی بعضا آنها را امضا کرده و متعهد به انجام اونهاست ولی قائل به اونها نیست و در واقع اونها را رعایت را نمیکنه. سوال شده که هدف نهادهای امنیتی برای سازماندهی اوباشان علیه زندانیان سیاسی در زندان ها چیست من البته این سوال رو اینطوری ترجیح میدم مطرح کنم که هدف نهادهای امنیتی برای سازماندهی و یا به جان زندانیان سیاسی انداختن زندانیان با جرائم سنگین چیست چرا که به حال واقعیت این است که در جامعه مثل جامعه ایران که در اون تعداد مجرمین یا متهمین به احکام خشن زیاد است مثل تعدد قتل ها و امثال اون در واقع اینها خودشون قربانیان یک نظام فاسد اختلاسگر سرکوبگری هستش که در 43 سال خشونت رو در جامعه ما نهادی نکردن بنابراین یکی از اهداف در واقع نهادهای امنیتی این هستش که در واقع روحیه زندانیان سیاسی رو پایین ببره و به صورت غیر قانونی یعنی بدون گذاشتن هیچ نوع مدرکی اونها رو سرکوب کنه به این نحو که خب خودش دیگه خودش رو در مزان اتهام قرار نده توی مراجع قضایی خب میگه این زندانیان افتادن به جون هم همدیگر رو در واقع به ضرب و جرح هم پرداختن هم دیگر مجروح کردن بنابراین فکر میکنه که اینطوری میتونه شانه از مسئولیت خالی کنه در حالی که اصلا اساسا عدم تفکی که زندانیان بر اساس جرائمشون خودش نقض کنوانسیون های در واقع و مقارب. حتی قوانین داخلی است که طی مسببه های به اون تصریح شده و متاسفانه قائل به انجام در واقع آن, آن،, چیزی نیست که خود نظام جمهوری اسلامی بر اون ادعا و پافشاری میکنه سوال شده با توجه به آنچه که بیان کردید سیاست ترور و قتل مخالفان جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته نه تنها کم نشده بلکه اشکال و ابعاد آن نیز افزایش یافته سیاست ترور و کشتار رژیم تا چند اندازه موفق بوده خب واقعیت این هستش که سیاست ترور و قتل مخالفان نه تنها در طول این چهار کم نشده بلکه در واقع یک نمودار سعودی هم داره اما شکلش تغییر کرده چه در سطح جهانی و چه در داخل سطح جهانی شو خب متاسفانه شاهد فریب و به عراق کشاندن آقای زن بودیم که نهایتا منتهی به اعدام ایشون شد و یا رو بودن مسیح علی نژاد از آمریکا بود و به حال آنچه که آمار بین المللی که وجود داره در سطح جهانی نزدیک به 500 تن ترور بین المللی وجود داره در داخل هم که شاهد اموا و اقسام در واقع ترورها ها و مثل قتل فروهرها قتل هنرمندان قتل من... قتل منتقدین و غیره هستیم اما اینکه بگم سیاست ترور و کشتار موفق بوده خیر موفق نبوده اما نظام جمهوری اسلامی چاره جزی نداره یعنی اگر لحظه روزی دست از سرکوب جنایت قتل کشتار اعدام برداره دیگه جمهوری اسلامی نیست یعنی فضای بازی است که به اون پتانسیل اعتراضی مردم فضای باز اعتراضی خواهد داد چنانچه ما در طول این 43 سال هم میبینیم که مردم دست از مطالبه‌گری و اعتراض علا رغم وجود سرکوب های وحشتناک و همین سیاست ترور و کشتار این مطالبه و اعتراضات وجود داشته پرسیده شده حکومتی که از کشتار مردم عبا ندارد بهترین اهرم حمایت از زندانیان چه میتواند باشد دوست گرامی حکومت عبا دارد اما بحث این است که چاره جزی نداره یعنی برای ماندگاری خودش در صحنه بین دست به ترورهای بین میزنه دست به شناسایی و گزارش فرست ارسال در واقع جاسوس میزنه در سطح بین المللی که از فعالین سیاسی گزارش بده اونها رو لو بدن یا به طریقی اونها رو برو در داخل هم که خب وضعیت خیلی بدتره و حتی با سازنوان ها و نهادهای های امنیتی کشورهای دیگه مانند نهاد امنیتی میت ترکیه همکاری میکنن برای رد و بدل کردن مخالفین و منتقدین اما واقعیت این استش که همونطور که گفتم نظام جمهوری اسلامی برای ماندگاری خودش چاره جز سرکوب نداره بهترین اهرم حمایت از زندانیان این استش که هرچه بیشتر توی صحنه آگاه سازی مردم هم فرد خودش باید از حق و حقوقش آگاه باشه بشناسه اون رو و حتی بر اساس قوانین داخلی و علا رقم بسیار فقدان ها و اشکالاتی که وجود داره باز هم میتوان با استناد با آنچه که در داخل در واقع بر اساس مجازات و قوانینی که وجود داره باز هم به حال اینها نباید شکنجه کنن نباید به دست به اعمال بی یه سرکوب بزنن طبق مصوابهای خودش اون هم غیر قانونیست بنابراین با رسانه ای کردن با آگاه کردن با اعتراض کردن به هر شکل ممکن می‌توانند زندانیان سیاسی و با, با داشتن ارتباط با اونها و رسانه ای کردنشون با صدای آنها بودن و با اتحاد هرچه بیشتر میان مخالفان برای رسیدن به یک جامعه آزاد در واقع دست به دست هم داد و کمک کرد و هامی بود سوال شده که با وجود دنیای ارتباطات نوین و زود افشا شدن اخبار درون زندان باز رژیم دست به همچون عمالی میزند بله متاسفانه تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست برای ماندگاری خودش به لحاظ ساختار سیاسی و امنیتیش ناگزیر است یعنی نمیتواند نکند نمیتواند سرکوب نکنه نمیتونه اعدام نکنه اساسا هم به لحاظ ساختار سیاسی و هم به لحاظ مختصات ایدئولوژیک اساسا مبتنی است بر سرکوب از ابتدای به حاکمیت رسیدنش تا به الان اما تفاوت در واقع دنیای ارتباطات امروز این استش که هر اتفاقی که در ایران میفته هر اتفاقی که در درون در واقع ایران میفته همه هموطنان در شهرهای دیگه خیلی سریع از اون خبردار میشن به دلیل شبکه های مجازی ارتباطات اینترنتی و هم دنیای بیرون از این جنت ها با خبر میشه بنابراین هزینه سنگینتری بر دوش نظام میفته که اتفاقا این کمک میکنه به روند مبارزه و جنبش آزادی خواهی که باید از اون بالاترین بهره رو برد در در واقع جهان امروز که به مدد ما آمده بنا... به دلیل اینکه وقتی با دهه 60 مقایسه میکنیم جهان نفهمید که پی نبرد به اینکه چنین کشداری در سال دهه شست به ویژه تابستان شست و هفت شد و تا زمانی که نوار آقای منتظری مبنی بر بحث کشدار زندانیان سیاسی مطرح نبود اونها هم در واقع اون رو انکار میکردن و در رابطه باش حرف نمیزدند. سوالی مطرح شده با این مضمون وقتی تمام نیروهای سیاسی طرفدار عدالت اجتماعی نمیخواهند با هم متحد شده و راه نجات جامعه را نشان بدهند چه انتظاری دارید آیا فکر نمی کنید که وضعیت بدتر بشه دوست عزیز ببینید اینکه ما چنین تعمیمی بدیم و چنین حکمی صادر کنیم که تمام نیروهای سیاسی طرفدار عدالت اجتماعی نمیخوان با هم متحد بشن شاید کمی کم لطفی است و یا اقراق است هستند خوشبختانه نیروهایی که اون پروژه های نهادهای امنیتی رو خونسا می کنند و عکس اون عمل می کنند. خب ببینید نهادهای امنیتی که بیکار نشستند اونها یکی از پروژه هاشون این است که خارج کشور داخل کشور خارج نشین داخل نشین کسانی که تو خارج میگن برو بجنگ بعد داخل ها رو میندازن یعنی این این تفرقه انداختن بین کنشگران مدنی و سیاسی است در حالی که خب واقعا نزدیک به قریب 100 درصد فعالین سیاسی که وادار به ترک کشور شدند دیگه بحث مسئله جان اونها مطرح بوده که خب حق شهروندی یک فرد است که بخواد در جهان آزاد زندگی کنه و این اتفاقا من فکر میکنم در این اواخر خیلی از نیروها تلاش کردند و رو به سوی امیدواری است که بسیاری دست در دست هم بدهند و این اتحاد وجود داشته باشه و وقتی که توی پلتفرم های مختلف شما به بحث ها نگاه میکنید اتفاقا سمت و سو دیگر است و به حال نهادهای امنیتی در شکل های مختلف در قاموس و لباس های مختلف پروژه نهادهای امنیتی بوده و هست که تفرقه بیاندازند و باید در این راه سکوت نکرد و باید به یک در واقع یک نقطه اشتراک و اون هم براندازی بر یا گذار از جمهوری اسلامی هست به یک اتحاد رسید و به حال واقعیت اینه که این نظام پوسیده است و یک پوسته است که بالاخره پوست خواهد انداخت حالا چه یک سال چه ده سال و در این مسیر به نظر میاد که اتفاقا برعکس نیروها دارن به آگاهی میرسن با آگاهی بیشتر و کنار گذاشتن اختلافات و بویژه نسل جوان که به آخر تجدید نظر میکنه و نگاهی نو داره سوالی که پرسیده شده آیا تا کنون گزارش های حقوق بشری تأثیری بر عملکرد حکومت گذاشته بله صد در صد چنین بوده ببینید من خودم در چند تا از نشست های موازی سازمان ملل شرکت داشتم در مقر اروپاییش در ژنو ببینید لابیگری به نفع جنبش آزادی خواهی مردم و به نفع جنبش دادخواهی مردم اتفاقا کمک میکنه یعنی ارتباط داشتن با پارلمانتاریست ها سیاست مداره ها نهاد های حقوق بشری موجب میشه که ما هزینه بیشتری رو بر دوش نظام جمهوری اسلامی بذاریم اینجوری نیست که در صحنه بین المللی گفتم که دو چهره در واقع داره یک چهره سرکوبگر در داخل کشور و یک چهره که تلاش داره به واسطه لابی های رژیم که او رو در واقع از, از،, 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 از، یک کشور آزاد و حقوق بشری نشون بده که به اینجوری نیست و سعی میکنه این چهره جنایتکار رو پنهان کنه و تطهیر کنه بنابراین در این نشست های اتفاقا جمهوری اسلامی خواهان این است که از انزوا بیرون بیاد و به حال این بحث ارتباطات بین امروزه در جهان مدرن غیر قابل انکار است و جمهوری اسلامی مثل طالبان و غیر ناگزیرند از ارتباطات بین و اینها میسر نمیشه مگر اینکه بخوان تا آنجایی که ممکن است به قوانین بین سر تعظیم فرود بیارن و بحث در تضاد و تعارض با خصوصیت در واقع شاخصه ایدولوژیک بودن و توتالیتاریزم بودن این نظامه که در تعارض با آن چیزی است که در جهان مدرن امروز است و همین تعارض و تضاد است که او رو از پا خواهد انداخت و ما هم اتفاقا باید از این بالاترین بهره رو بکنیم سوال شده در روزنامه های خارجی یا وضعیت زندانیان ایران و قتل های داخل زندان بازتاب داره پاسخ خیر و بله بله خب نهادهای های حقوق بشری سعی می این رو در بازتاب بدن در رسانه ها ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه کشورهای غربی تا کنون سیاست مماشات رو با نظام جمهوری اسلامی داشتن به دلایل مختلف آنچنانی که باید و شاید متاسفانه خیر آنچنانی که شایسته هست خیر و به نظر من این انتقاد حتی در نسبت به رسانه های فارسی زبان رسانه های بین المللی متوجه اونها هست که باید بیش از این نسبت به پوشش اخبار زندانیان داخل ایران و وضعیت اونها قتل و سرکوب اونها وضعیت بسیار سخت در واقع زندانیان ویژه تو زندان مثل تهران بزرگ فشافویه و زندان زنان زندان ورامین و دیگر زندان ها باید تلاش بیشتری بشه و میگم قرب متاسفانه به دنبال مماشات است و علا رقم بحث هسته ای ایران و به دنبال نیروی خطرناک در واقع هسته ای ظاهرا دنیای غرب چشم فرو بسته ولی این وظیفه به عهده ما مردم ایران است که نگذاریم حق و حقوق مردم و به ویژه زندانیان سیاسی نقض بشه سوال شده که دولت کانادا در قبال قتل زهرا کاظمی تا چه اندازه پیگیر بوده عرض من این است که آیا همین دفاع کردن از زندانیان دست خوش روابط نمی باشد ببینید خب به حال هر دولتی یک سری قوانین خودش رو داشته متاسفانه آنچنان که اشاره کردم خب برخی از دولت های قرب چشم فرو میبندن بر جنایات جمهوری اسلامی به دلیل منافعی که دارند ولی از آن سو در حال حاضر حمید نوری یکی از جانیان جنایتکارانه و یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 که منجر به قتل عام زندانیان سیاسی 67 شد نزدیک به 5000 زندانی سیاسی که مخفیانه به دار آویخته شدند و در گورستان های دفت شدن در حال حاضر در استکهلم سوئد در جریان هست و به خاطر پیشرفته بودن و مستقل بودن نهاد قضایی کشور سوئد اتفاقا بسیار هم رسانه‌ای شده و مطرح است از آن سو در بلژیک اسداللهی سفیر جمهوری اسلامی به 20 سال محکوم شده و این دو مورد مورد موارد بسیار درخشانی هستند مورد حمید نوری بسیار درخشان است که در صورت محکومیت او که کارشناسان حقوقی سوئد آن را قطع به یقین میدونند پیگیری قضایی آقای رئیسی پور محمدی اجی مقیسی تقریبا قطع به یقین است که آینده جنبش دادخواهی رو بسیار روشن برای ما تصویر میکنه سوال دیگری که من دریافت کردم این است که هر کشوری بالاخره باید با دنیا ارتباط داشته باشد آیا اگر فعالان حقوق بشری هر نوع نقض حقوق بشر در ایران را به همان رنگ روابط متصل کنند موثرتر نخواهد بود مثلا سرمایه گذار خارجی یک محیط مطمئن برای سرمایهش میخواد و آلین حقوق بشری نیست همین عدم اطمینان را نشان دهند برای عقبگرد رژیم موثرتر نخواهد بود قطعا دوست گرامی همین طور خواهد بود ولی همونطور که شهر دادم در پاسخ به برخی هایی که تاکنون مطرح شد ببینید قرب بغار به دنبال منافع خودشه و منافع خودش رو به هر چیزی ترجیح میده متاسفانه و نقض حقوق بشر رو در ایران فدای منافع در واقع خودش میکنه در جایی هم که در واقع توی مذاکرات تجاری خودش اون رژیم رو وادار به تبعیت از قوانین بین و مردی و جایی ها میکنه جاییست که به حال یک ممکنه اون کشور به طور خاص خودش قائل به این مسائل باشه و از طرف به حال نتیجه تلاش های فعالین سیاسی و مدنی در جای جای دنیا و از جمله در ایران است که قطعا چنین خواهد بود و همونطوری بارها تاکید کردم هزینه بیشتری رو هرچی بیشتری رو ما باید به بر دوش نظام بیاندازیم که به خودش اجازه سرکوب بیشتر و قطعی و صد درصد ندهد سوالی که مطرح شده آیا نهاد بینالمللی وجود دارد که زندانها را ملزم به رعایت قوانینی کند که قبلا پذیرفتند مثلا قوانین نلسون ماندلا که شما در صحبت خود آن اشاره کردید ببینید متاسفانه چنین نهاد بین وجود نداره و حتی سازمان ملل به خاطر نقدی که در واقع به خاطر برای ساختار او به اون وارده یعنی هیچ تضمین اجرایی برای معاهدات اون وجود نداره بلکه کشورها به لحاظ ساختار قضایی و دموکراتیکشون خودشون رو ملزم به رعایت اون میدونند و جوامع در واقع بشری یا مردم اون کشور به دلیلی که به حق حقوق شهروندی خودشون آگاهند ساختار سیاسی رو یا سیستم سیاسی رو وادار به تبعیت از اون قوانین به می میکنن و بنابراین اون چیزی که ما در واقع تو ایران کم داریم سیستم سیاسی است که خود ناقض چنین قوانینی نیست و اگر هم مردم ما آگاه باشن به دلیل اون سرکوب و خفقان و سانسوری که وجود داره همین تضاد و تقابل یک شکافی ایجاد میکنه که ما رو در واقع با اجرایی کردن در واقع این الزامات قوانین بین المللی از جمله قانون نلسون ماندلا که ایران هم اتفاقا اون رو در واقع تصویب کرده و قبول داره ولی متاسفانه اجرا نمیکنه اون رو ها رو باید وادار به وادار به در واقع رعایت کرد منتها مسلزم اون دو شرطی است که من توضیح دادم سوال دیگر این استش که پرسیده شده هدف از زندان های انفرادی چیست آیا از لحاظ قانونی مدت مشخصی داره خب ببینید زندان یا در واقع سلول انفرادی خودش یکی از اشکال شکنجه است در واقع یه جور شاید بشه اون رو شکنجه سفید نامید شکنجه ای که آثارش روی بدن نمیمونه اما یعنی به طور فیزیکی آثاری نیست که شما بتونید عکس بگیرید ازش سند در واقع فیزیکی ازش داشته باشید اما واقعیت اینه که به از نظر روانی فشار بسیار زیادی رو روی زندانی وارد میکنه و این رو جمهوری اسلامی بهش واقف هست و در تمامی سالهای حاکمیتش تقریبا میشه گفت اکثر کسانی که بازداشت شدن به اتهام ارتکاب به جرام سیاسی عقیدتی کسانی که در واقع منتقد هستن روشن فکرن هنرمندانی که نظام رو زیر سوال میبرند تقریبا تمامی اینها سلول انفرادی رو تجربه کردند و در روی در یعنی در واقع میخوان اون زندانی رو از هویت اصلی خودش خارج کنن چون فردی که در درون سلول انفرادی قرار میگیره زمان رو از دست میده و متوجه زمان نیست بعد به حال با توجه به اینکه انسان یک موجودی است اجتماعی تو اون مکان تنگ و مخوف چه بسا که دوچار توهم بشه فرد زمان رو گم کنه احساس تنهایی بکنه دوچار انزوا بشه و با توجه به اینکه زیر شکنجه هم هست بنابراین به لحاظ ذهنی ممکنه دچار یک سری اختلالات فکری بشه و این فشارها به لحاظ روانی فرد رو ممکنه از حالت عادی خارج بکنه تا جایی که ممکنه فرد حتی اقرار به انجام جرم هایی بکنه که هرگز حتی به مرتکب اونها نشده بنابراین اینکه فرد رو در درور سلول انفرادی قرار بدن نقض حقوق بشر با میارای حقوق بشر انتباق نداره یک برخورد در واقع قانونی نیست و منظورم کسانی است که متهمینه کسانی که به اتهام جرمهای امنیتی داخل گیومه یا سیاسی منتقدین اینها به, به هیچ وجه قانونی نیست و هدف کسانی که متهمین سیاسی رو محکوم به سلول انفرادی می کنند این استش که از اونها اقرار علیه خودشون بگیرن که خب واقعیت اینه که تو اون شرایط از اعتبار قانونی هم برخوردار نیست چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی مراجعه کنید تو فصل حقوق مردم در اصلهای 22، 32، 36، 38 و 39 تا تاکید به این میکنه که حیثیت جان حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض باید مسون باشه و حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده نباید در واقع انجام بشه و اینها همه ممنوست و موجب در واقع حتی مجازات هم هست ولی متاسفانه در این 43 سال ما میبینیم که علا رقمه قوانین خودش جمهوری اسلامی متحده به انجام آن چیزی که به عنوان قانون هم نوشته نیست و به هیچ ترتیبی اساسا قائل به آنچه که در واقع خودش هم در قوانین خودش به سراحت اونها رو من کرده نیست چنانکه که میبینیم تا طبق اصل 38 این قانون اعمال هر گونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار ام، یا کسب اطلاع ممنوعه در حالی که متاسفانه به کرات این مج... دیده شده که فرد رو در انفرادی قرار میدن در وضعیت بسیار غیر انسانی که او نهایتا ناچار... ناچار به اقرار یا سوگند میشه و وقتی که در شرایط عادی قرار میگیره اعلام میکنه که این اقرار تحت شرایط اجبار از او گرفته شده که خب طبق همون قوانین فاقد ارزش و اعتباره اما متاسفانه با استناد به چنین اقرارهایی که تحت شرایط در واقع رفتار تحقیرآمیز که خلاف آزادی و امنیت و حیثیت انسانیه بر اساس همون احکام بسیار سنگین و حتی ادام صادر میشه که کاملا مقایرت داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میساقهای بین المللی که متاسفانه جمهوری اسلامی بعضا آنها را امضا کرده و متعهد به انجام اونهاست ولی قائل به اونها نیست و در واقع اونها را رعایت نمیکنه. سوال دیگری که مطرح هست با درود به شما خیلی ممنون متشکرم با توجه به آزارهای روحی به ویژه جنسی و با توجه به اینکه سپیده قلیان اخیرا هشدار داده که خطر مرگ و تجاوز جنسی به وی امکان دارد برای صورت گیرد نیاز نیست که این موارد به طور ویژه از طرف جریانهای سیاسی و حقوق بشری برجسته گردد واقعیت این استش که به حال جریان سیاسی و حقوق بشری در زمینه های مختلف فعال هستند اما تفاوت در این است که به حال ما با یک نظام حاکم و بر قدرت طرف هستیم و کنشگران سیاسی به شدت زیر سرکوب و فشار و سانسور سانسور رسانه ها قرار دارند و البته که تنها کاری که می شود کرد این استش که این مسائل رو و به تمامی همه مسائل رو نه اینکه فقط این برید بحث ریسک هایی که در واقع زندانیان چه زن چه مرد باهاش مواجه هستند ریسک که ممکن است منتهی به تجاوز جنسی بشود چیزی است که از ابتدای انقلاب هم وجود داشته و تا کنون و این نیست مگر مبتنی بر ایدئولوژی نظام چرا که ایدئولوژی نظام میگه هر کسی که هر نهادی که بر علیه در واقع حاکمیت اسلام مبارزه کند با او در جنگ است و اگر در جنگ و محاربه است و کسانی که در واقع محارب هستند و با یک نظام ایدئولوژی که اسلامی در جنگ هستند و اگر بازداشت بشن اسیر محسوب میشن و اگر اسیر محسوب بشن برده و غلام و یا کنیز محسوب میشن که طبق احکام شریعت اسلام میتوان از آنها بهره جست به هر ترتیب و از جمله سوء استفاده های جنسی بنابراین فرقی نمیکنه که این در رابطه با چه کسی و در چه حوزه‌ای میخواد انجام بشه به حساسیت ما باید در همه زمینه های نقض حقوق بشری بالا باشه به نظر من سوال بعدی که مطرح شده این است که در باری شکنجه سفید و تاثیر اطلاع رسانی در باری آن در سطح جامعه ایران و در, در سطح بین‌المللی توضیح بدهید و آیا مطلع بودن جامعه تحصیلی در کاهش اعمال شکنجه سفید داشته ببینید من فکر می کنم و بر این باور هستم که اساسا باید مردم یک جامعه از حق شهروندی خودشون کاملا آگاه باشن و بدونن که این یک حق است و اینا شوخی نیست حق و حقوقی است که یک حاکمیت متعهد به رعایت اون است حاکمیت برای سرکوب نیست حاکمیت برای واقعا خدمت و این است که یک سری رفاه و ابزار رفاه و آسایش مردم باشد و نه سرکوب مردم و متاسفانه نظام جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو نرمالایز کرده یعنی انگار دستگیری شکنجه یک امری عادی شده و نهادینه شده خشونت در جامعه ایران ایران تحت سلطه در واقع نظام جمهوری اسلامی شکنجه بر اساس قوانین بین المللی ممنوع و غیر انسانی است نقض حقوق بشره و حتی بر اساس خود قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع است جرم است اما اینها نام شکنجه را تغییر میدن میکننش تعذیر میکنن حد میکنن احکام اسلامی و اینجاست که خطرناک میشه یعنی یک امر زمینی رو تبدیل به یک امر آسمانی و مقدس میکنن بنابراین به این واسطه اون رو تبدیل به یک امر مقدسی میکنن که غیر قابل انتقاد و غیر قابل در واقع مورد سوال قرار دادنه شکنجه یه ابزاریه که کارگزاران جمهوری اسلامی بر فرد زندانی اعمال می کنند تا بر او تاثیر بگذارند یعنی هویت او رو بگیرند او رو تحقیر کنند او رو سرکوب بکنند و او رو وادار به اقرار به اعمال مس... کارهایی بکنند یا جرم یا اتهاماتی کنند که انجام نداده چون ما جرم سیاسی به واقع نداریم منتقد مجرم نیست در تمام کشورهای آزاد و مدرن و دموکراتیک فرد میتونه منتقد باشه میتونه مقاله بنویسه میتونه کتاب منتشر کنه میتونه فیلم بسازه و در اون انتقاد کنه زیر سوال ببره و نهادهای اجتماعی، سیاسی، قانونی، اقتصادی و غیره مکلف به پاسخگویی هستند. یک مسئولیت پذیری و دو پاسخگویی اما به نظر میاد که جمهوری اسلامی در واقع زبان خشونت رو انتخاب کرده که همانا شکنجه است و که در واقع ابزارش خب شلاق زدن در انفرادی نگه داشتن شکنجه های مختلفی که میشه بر جسم و روان زندانی برای اینکه به اهداف مشخصی دست پیدا بکنه دست به اون عمل میزنه و متاسفانه در در جمهوری به طور سازمانی یافته و هدفمند پیوسته در این چهار دهه انجام می که در شکنجه جسمانی خب میدونیم هدف دست پیدا کردن به اطلاعات شتاب در این هستش که هر چه سریعتر اطلاعات رو از فرد زندانی یا فرد فعال سیاسی به ویژه بگیرن که براشون جنبه ارزش فوریتی داره اما در رابطه با شکنجه سفید دیگه شاید اون فوریت تخلیه اطلاعاتی نداشته باشه بلکه بیشتر گرفتن هویت در واقع زندانی است فرد انسانی است شکنجه هایی که وحشت روانی و درونی و ذهنی برای زندانی میسر میکنه که در واقع علاوه بر شلاق و کابل و دستبند و قپانی و آویزون کردن و شکنجه های رایجی که به حال وجود داره و تاکنون هم شنیدیم و چه بسا تجربه کرده شده و اینکه در رابطه با شکنجه های سفید هم همین اوضاع احوال و, و چه بسا بدتر چرا که شکنجه فیزیکی ممکنه بعد از یک مدت اگر کابل به کف پا خورده باشه یا به اگر حد اون که تعذیره و اگر حد باشه که به پشت زندانی یا کمر زندانی خورده میشه ممکنه بعد از یک مدت یا چند سال اون جای این کابل ها بهبود پیدا کنه اما آثار شکنجه سفید که اون وحشت و توهم و تنهایی و ایزوله شدن و شکنجه جای سفید مانند انفرادی است هرگز برطرف نمیشه یه تروما های فلاش بک هایی است که فرد زندانی همواره با خودش مثل کابوس های شبانه با خودش داره مطلع بودن جامعه بی تردید تأثیر داره در اینکه یک حق هر فرد انسانی این است که در جامعه با حیثیت و جسم و روان فرد باید در مسئولیت باشه و طبیعتا آگاه سازی افراد جامعه و ای کردن اون نه تنها تأثیر داره بلکه باعث میشه که یک خود فرد زندانی نسبت به آنچه که حق او هست آشنا بشه اون رو بتلبه در درون زندان و بدون که با این کار کرده ابزار سرکوب نظام چگونه برخورد بکنه دو رسانه ایش کنه سه افرادی که تو جامعه دوروبر در واقع خانوادهشون هست یا کسانی که وکلا هست مشاورین هست یا فعالین مدنی و سیاسی چه در داخل چه در خارج به این واسطه جامعه رو در اون اتفاقا بر برعکس آنچه که نظام جمهوری اسلامی میخواد نهادی نکنه شکنجه رو و امری عادی تلقی کنه مثل بردن در واقع شکنجه ها مثل شلاق زدن دار زدن تو خیابون ها این افراد در واقع میتونن به این واسطه برعکس عمل کنن و اون نرمالایز کردن شکنجه و خشونت و سرکوب رو در واقع خونسا کنند سوال دیگری که هست اینکه آیا نهاد یا سازمانی برای نظارت بر عملکرد سازمان زندان ها وجود داره خب سازمان زندان ها و در واقع این سازمان یک آیین نامه اجرایی داره که در آن به در جزیات به اقدامات تأمینی و تا به صلاح حقوق زندانی پرداخته که مصوب آزرماه 1384 توسط رئیس قوی قضایی در واقع با اصلاحاتی در سال 1389 تجدید در واقع نظر شده درش که در اجرای مادی نوه قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در طبق اون آینامی اجرایی قانون مسبب 1364 بهمن ماه در واقع به تصویب رسیده که تحت زیل چنین نهادی قرار گرفته سوال دیگری که مطرحه این که اجرای آینامی قوی قضایی مبنی بر تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم توسط چه کسی یا کسانی کنترل و نظارت میشه خب همینطور که گفتم سازمان در واقع زندانهای ایران بر اساس قوانین قوی قضایی در واقع ناظر بر اجرای مصوبه های مربوط به حقوق زندانیان هست که متاسفانه رئیس سازمان زندان های ایران ادعای غیرواقعی دارند و، عمل عمل کرده در واقع دهه هایی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سرکوب و خشونت علیه زندانیان انجام شده نشون میده که ضرورت وجود نهاد ناظر مستقلی وجود داره که متاسفانه چنین در واقع نهاد ناظری رو که مستقل باشه و مستقل از خود نهاد به خارج از هیته تسلط نظام جمهوری باشه وجود نداره و حتی میدونیم خود دستگاه قضایی یا قوه قضایی اساسا نهاد مستقلی نیست و در تار و پود اختاپوسی در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی که در اون با احکام قوانین شریعت در هم تنیده شده و پیروی میکنه از آنچه که در واقع در بیت رهبری هست یعنی آنچه که خامنه ای به عنوان یک توتالیتر و تسلط اصلی به تمام قوانین در رأس قدرت قرار داره هیچ یکی از اساسا نهادها و قوه های سه قوه از استقلال برخوردار نیست و تمامی نهادهای زیل اون هم متاسفانه باید از دستورات در واقع بیت و به همین ترتیب تمامی نهادهایی که تحت سیطره این ساختار هستند تبعیت کنند بنابراین با توجه به اینکه نهاد ناظری نیست متاسفانه علی رغم هایی که وجود داره آیین‌نامه ها اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرم نه تنها انجام نمیشه بلکه برعکس به عمد برای فشار بیشتر روی زندانیان سیاسی و مدنی و محیط زیست و منتقدان و مخالفین اتفاقا این در همه و نقض چنین کنونسیون های بین المللی به کرات در ایران دیده شده سوال دیگری که مطرح هست اینکه با توجه به موقعیت رژیم و اولویت رژیم سرمایه بر مبنای سود تجاری واقعا چه راهکارهایی موجود است ببینید دوست گرامی واقعیت اینه که مردم ایران یا مردم هر کشوری خودشون اساسا باید در سرنوشت خودشون دخیل باشن و اون رو تغییر بدن ما قرار نیست بشینیم و در انتظار این باشیم که کشورهای دیگه بخوان کاری بکنن ما توی این دهه اخیر به خصوص دیدیم که از ترامپ گرفته تا اوباما و جو بایدن ما میبینیم که اونها اساسا یعنی آمریکا به دنبال درگیری و هزینه گذاشتن برای مسائل حقوق بشری در کشورهای دیگه به ویژه دو خابره میانه یعنی نیست و چشم امید هم نباید اساسا ما باید به نباید به اونها داشته باشیم چون که عمل کرده در واقع آمریکا رو توی افغانستان هم دیدیم آنجایی که به نفعشونه صحنه رو خالی میکنند و البته که دودش به چشم خودشون خواهند رفت هم همچنان که دیدیم که با رشد و اسلامیزه کردن منطقه خاور میانه تروریسم اسلامی رو در واقع به اروپا و کشورهای غربی هم کشوندن اما واقعیت امر این استش که پاسخ مناسب به رسیدن به دموکراسی و آزادی و یک جهان مدرن با استانداردهای مدرن و بین المللی در دست خود مردم است مردم یک جامعه و برای همون جامعه در واقع مردم کف خیابانند که تعیین می کنند چه باید بشود و تا ما مردم برنخیزیم و برای خودمون کاری نکنیم هیچ کسی و هیچ کشوری و هیچ دولتی اساسا کاری نخواهد کرد و نباید هم چشم و امید به نیروهای غربی و نیروهای خارجی داشت با سپاس از دعوت شما پروین عزیز و تشکر از شنوندگان عزیز که وقت گذاشتند ما رو شنیدند سوالات خودشون رو مطرح کردند امیدوارم که پاسخها قانع کننده بوده باشه و کافی بوده باشه و به حال با آرزوی موفقیت جنبش آزادی خواهی و جنبش دادخواهی و سلامتی و آزادی تک تک مردم ایران بدرود با تشکر از شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردید و سپاسگزاری از محناز عزیز که دعوت ما را قبول کردند تا برنامه آینده برایتان سلامتی و شادی آرزو کنیم روز و شبتان خوش.